سلام بچه ها، چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه، میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید طبق ویدیوهایی که تو حالا یوتیوب دیدید که ما پروازهای مختلفی با هواپیماهای مختلف داشتیم، چجوری میتونید اسکین مورد علاقه خودتون روی هواپیما داشته باشید و توی بازی ادش کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما حتما کانال رو سابسکرایب بکنید که ویدیو دیگر از دست ندید. زنگولش هم بزنید تا هر وقتی ما آپلودی داری بهتون اطلاع رسانی بشه و لایک ویدیو فراموش نشه. اگرم سوالی، چیزی به نکته یا پیشنهادی هستش، توی کامنت ها حتما برام بذارید. دوستتون دارم. بریم سراغ آموزش. خب، اولین کاری که میکنید این که شما باید فایل دقیقا اسکین مورد علاقتون رو دانلود کنید. حالا چند تا راه مختلف داره که من حالا به صورت شفاهی تو این ویدیو بهتون توضیح میدم، چون میشه گفت سایت هایی که اسکین های مختلف قرار میدن زیاد هستن، مخصوصا خارجی هاشون. داخلی هم میشه گفتش که سایت های مختلفی هستن، ولی میتونید با سرچ کردن توی گوگل به راحتی پیدا کنید. چیزی که توی گوگل سرچ میکنید، میتونید بنویسید اسکین یا میتونید بنویسید لیوری. لیوری دقیقا میشه مدل همون اسکین توی هواپیماهای مختلف. و میبینید که من اینجا تو دسکتاپ یه دونه فایل میشه گفت اسکین آسمان، هواپیمای آسمان رو دانلود کردم برای ایرباس H320 نئو. خب معمولا اینه که میشه گفت وقتی که شما اسکین هواپیمای ایرانی رو دانلود میکنید به صورت تک فایل هستش، یعنی اینکه یه دونه فایل به این شکل، حالا حجمش ممکنه متفاوت باشه، این 209 مگابایت همونجور که میبینید ممکنه حجمش خیلی کم باشه، نمیدونم حجمشون به چی بستگی داره، احتمالا به کیفیت تکسچر خود اون اسکین بستگی داره، ولی میگم ایرانی ها میتونه به صورت یک فایل باشه، خارجی ها میتونه به صورت یک پک باشه که بعضیشون هم به صورت مگا پک هست، یعنی یه فایل چند گیگابایتی در حد مثلا 10 گیگابایتیه که شما اونو بعد دانلودش کنید و اکسترکتش کنید که بخواید بعد نصبش کنید. چیکار میکنید حالا فایلش رو به دست آوردید؟ کلیک راستش میکنید روش و اکسترکت فایل رو میزنید. اگر که این رو ندارید به هر صورت استخراجش کنید فایل رو. اکسترکتش من میکنم داخل همین میشه گفت دسکتاپ. میبینید که فایلش به صورت فولدر در اومد. فولدرش که باز میکنید میبینید که یه فولدر دیگه دقیقاً به همین اسم هست. میرید داخل فولدر و میبینید که این سه تا فایل هست. وقتی به این سه تا فایل رسید، این سه تا فایل اصلیتونه دیگه، بهش کاری نداریم و دقیقاً فولدر قبلیش که این هست و ما کار داریم دقیقاً. خب حالا چیکار میکنیم؟ ما دقیقاً این فولدر رو اینجا کپی میکنیم و میایم داخل مسیر نصب بازیمون. حالا من اینجا نصب کردم فولدر نصب بازی مایکروسافت فلایت سیمولیتور تو قسمت فولدر HLM underline package، اینجا HLM underline package اینجا رو باز میکنید به سطح آفیشیال و اینجا فولدر استیم میبینید که تمام لیوری هایی که ما داخل باز داریم و اینجا وجود داره. خیلی هاش واسه خود بازیه و خیلی هاش هم من خودم شخصا اضافه کردم برای همین حجم گیم زیاد شده برام. خب میبینید که اینا وقتی نمیشه آسوبو A320 اینا واسه خود گیم هستن و من این چند تا گزینه آخری و حالا خودم اضافه کردم میام پایین. ببینید شما میشه گفتش که اینا که بیس کاره و این میبینید که ویلژیون A320 آسمان، حالا من کاسپیان و قشم هم اضافه کردم. اینجا شما فقط کافی همین فولدر اینجا پیست کنید و حالا چون من اینجا فایل رو دارم ریپلیس هم میاد، ولی شما وقتی که فایل اینجا پیست کردید، یعنی فولدر رو و فولدر رو باز کنید، این سه تا فایل رو داخلش ببینید، یعنی کاملا درست این کارو کردید و دیگه نیازی به کار دیگه نیستش. حالا من میرم داخل بازی تا این ببینم این لیوری ها رو پیدا کنم و بهتون نشون بدم که دقیقاً توی بازی هم واسهتون میاد. خب دوستان، همونطور که میبینید من لیوری آسمان رو همونطور که تو تصویر میبینید به راحتی اضافه کردم به داخل شبیه ساز و مشخصه که چه لیوری با کیفیتی هم است، برای همین مقدار حجمش زیاد بود ولی کاملا ارزشش رو داره. حالا من مقدار ثبت میکنم که کامرا رول تموم بشه. بله میبینید آسمان با کدی که روش راخرش هست و چه گفتش که تونید کاملا هواپیما رو ببینید داخل هنگرتون. من حالا میرم ببینم لیوری دیگه که اضافه کرده بودم. میشه گفت ایران ایر بود و قشم ایر بود به نظرم، اگه بتونم تمام اینا رو بهتون نشون میدم اگه پیداشون کنم، چون خیلی لیوری من اضافه کردم برای تمام ایرلاین‌های دیگه هستش. بله من کاسپیان ایر رو اینجا میتونم بهتون نشون بدم تا لود بشه. بله میبینم لیوری زیبای کاسپیان، هواپیمای کاسپیان که
فوق العاده است، مخصوصا طرح روی موتوراش خیلی فوق العاده است. میبینید که پرهای کاملا سیلور و اون طرح خیلی خوبی که روی خود پرها رو خود موتورها انجینا گذاشتن فوق العاده طراحی شده و خیلی کیفیت بالایی داره، به صورت اصلا مات نیست و مشکلی هم داخلش نمیبینم من. خب بریم واسه لیوری بعدی کاسپین رو که دیدین، بریم واسه لیوری اگر فکر میکنم که ایرانیر باشه، اینا ایرانه خارجیه، حالا من پیدا کنم. بله اینجا لیوری ایرانیر رو میبینید، بسیار جذابه. ایرانیر لیوری جدیدش هم هست، لیوری قدیم نیست و همونطور که میبینید فوق العاده کامل و خوب طراحیش کردن. خیلی خوب، بعد از این لیوری فکر کنم لیوری قشمم رو من اضافه کردم و همین چهار تا کمپانی فعلا اضافه کردم، کمپانی دیگر هم دوست دارم اضافه کنم، ببینم که اگه پیداشون کردم حتما این کارو میکنم و در آینده باتون به اشتراکشون میذارم. حالا بریم سراغ لیوری قشمیر. قشمیر قشم بله دوستان، اینم لیبری جذاب قشمیره، ایرباس 320 نئو، همونطور که میبینید داخل تصویر خیلی 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 جذاب طراحی شده و میشه گفتش که کیفیت طراحی ایرانی واقعا خیلی عالیه. یعنی شما پاد اضافه کنی اصلا نگرانی باگ و کیفیت پایین این لیبری ها رو اسکینشون نداشته باشید کاملا. خیلی خوب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، اگه لذت بردید حتما حتما لایک ویدیو فراموش نشه، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشید و زنگولش رو بزنید و هر وقت یکی از این ویدیوهای خیلی باحال واسهتون گذاشتم از دستش ندید. دوستتون دارم، میبینمتون تو ویدیو آینده، خدا نگهدار.